آقای بزرگ اینجا، آقای بزرگ اونجا، آقای بزرگ برای خبرگان رهبری سخنرانی کردن، آقای بزرگ برای شورای عالی فرهنگی سخنرانی کردن، آقای بزرگ برای اقشار مختلف مردم سخنرانی کردن و اینا. خلاصه رکورد زدن این بار در تعداد و مقدار سخنرانی در هفته. بله، ما رکورد زدیم. در این برنامه به بخشی از این سخنرانی ها پرداخته شده و برخی از سخنان ایشون با واقعیت های زندگی مردم تطبیق داده می شود. در ادامه از اعترافات هسته ایشان پرده برداری می شود و به حساسیت های ایشان پرداخته می شود. روز پنجشنبه هفته گذشته، یعنی 12 شهریور ماه، آقای بزرگ برای عده از سیاستمداران برجسته نظام مقدس سخنرانی کردند که معدل سنیشون به زحمت از 70 سال می اومد پایین. این سیاستمداران همگی پارچه‌ای پیچانده شده به رنگ سیاه یا سپید روی سر گذاشته اند و تحصیلات آکادمیکشان کلاس ششم ابتدایی 50 سال پیش است. البته از آن سن به بعد به مدرسه فیضیه رفتند و آنجا ضمن اینکه حسابی فیض برده اند از یکدیگر، دروس مذهبی هم فرا گرفتند و امروز تشکیل دهنده یکی از مهمترین نهادهای فراقانونی کشور هستند به نام مجلس خبرگان یا خبرگان. مجلس خبرگان میتوانه مظهر تام و تمام این انزال سکینه الهی باشه. انزال یعنی نازل شدن و فرود آمدن. سکینه الهی هم کلن یک اصطلاح عربیه که از 1400 سال پیش به این طرف تا همین الان استفاده نشده بود. به هر حال الهی شو که هممون میفهمیم، میمونه سکینه. معنای سکینه هم آرامش در مقابل تلاطم است. هان، آرامش در برابر تلاطم. بعد این چه ربطی به مجلس خبرگان داره؟ مجلس خبرگان یکی از جاهایی است که میتواند منبع و منشأ یک چنین آرامشی باشه. این آقایون میتونن منبع و مظهر آرامش باشن؟ ظاهرشون که یه چیز دیگه میگه، ولی خب حالا چطور میتونن؟ دو انتخابات مهم در این مجلس انجام میگیرد. یکی انتخاب به وسیله مردم که معتمدین خودشون را معین میکنند و انتخاب میکنند، که این معتمدین عمده کارشون هم انتخابی است که بعدن اونها خواهند کرد. انتخاب دوم، انتخاب رهبری. و بدین ترتیب به جای اینکه انتخاب شونده یا همون منتخب بره خدمت انتخاب کنندگان تا اونجا یک بار دیگه صلاحیت های خودش رو ثابت کنه و همچنان منتخب باقی بمونه، در نظام مقدس انتخاب کنندگان هستن که میرن پیش انتخاب شونده تا اونجا یک بار دیگه بهش خودشونو ثابت کنن، تا سر جاشون بمونن و از معنویات لذت ببرن. خلاصه معلوم نیستش که کی داره کیو انتخاب میکنه اینجا. آقای بزرگ در ادامه راجع به اون انتخاب دوم، یعنی انتخاب رهبری، یه خورده بیشتر توضیح دادن که لازمه همه ایرانیان به خصوص ایران پرستان اونو بشنون. انتخاب دوم هم انتخاب رهبری است. در اینجا تفاوتش با سایر انتخابهای جمعی اینه که اینجا ملاک و معیار عبارت است از فقه، یعنی ارزش‌های اسلامی. بنابراین انتخاب اونها انتخابی است برای حاکمیت ارزش‌های اسلامی، برای اجرای احکام اسلامی، برای تحقق اسلام در واقعیت زندگی. انتخاب بر اساس فقه، یعنی همین چیزایی که این آقایون در حوزه میخونن. برای چی بر اساس فقه باید انتخاب بشه؟ برای اجرای احکام اسلام، برای تحقق اسلام در واقعیت زندگی مردم. پس یه سری بزنیم به واقعیت زندگی این روزهای مردم ایران تا ببینیم آیا این اسلام تحقق پیدا کرده نکرده، یا اگر پیدا کرده چجوری تحقق پیدا کرده. از کف خیابون شروع میکنیم. معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت بر اساس آخرین ارزیابی سوء مصرف مواد مخدر در کشور، 1,325,000 نفر معتاد در کشور شناسایی شدند. به گفته آقای افشار، 65% از این افراد به مواد مخدر سنتی و 26% به مخدرهای صنعتی جدید اعتیاد دارند. 1,325,000 معتاد شناسایی شده داریم. احتمالاً به همین اندازه یا بیشتر معتاد داریم که خودشون باور ندارن که معتادن و
برای همین تا حالا شناسایی نشدن. به هر حال تعداد این معتادین روز به روز در حال افزایشه، به خاطر اینکه هیچ کار مؤثری برای کمتر شدنشون در کشور انجام نمیشه. هر کدوم از این معتادین 2-3 نفر دیگر حداقل با خودشون درگیر کردن، مثل همسر، فرزند، پدر یا مادر. تردد معتادان بی خانمان در محله های شهر، محله های نزدیک گرمخانه ها و در وسط بزرگراه‌ها در سالهای اخیر اعتراض شهروندان را در پی داشته. بیشترین ظرفیتی که داشتیم 400 نفر بود وقتی ستاد رو تحویل گرفتیم، اما الان حدود 6000 ما نفر رو تونستیم جا آماده کنیم. معتادان بی خانمان اون دسته از معتادانی هستن که همون 2-3 نفری که باشون درگیر بودن به هر دلیلی ازشون قطع امید کردن و ولشون کردن، به همین دلیل بی خانمان شدن که اصطلاحا بهشون کارتون خواب هم گفته میشه. ظرفیت مراکز نگهداری از این دسته از معتادان در کشور 400 نفر بوده تا همین 2 سال پیش که وزیر کشور جدید این مراکز رو تحویل گرفتن، و الان بعد از 2 سال اینجوری که ایشون میگن رسیده به 6000 نفر. میدونین تعداد این معتادان چند نفره؟ معاون امور زنان رئیس جمهور با اعلام این آمار که 1/3 کارتون خواب‌ها یعنی حدود 5000 نفرشون زن هستن گفته ما وظیفه داریم که با دادن این آمارها ایجاد حساسیت کنیم تا 13 دستگاهی که موظفن به این موزل رسیدگی کنند هر چه زودتر به خودشون بیان. ملا وردی گفته این آمار 5000 تایی بر اساس مستندات ارائه شده. 15000 نفر کارتون خواب داریم که 5000 نفرشون خانم هستن. بعد اون موقع ظرفیت مراکز نگهداری از اونها توسط 13 دستگاه مسئول 400 نفر بوده تا همین 2 سال پیش، یعنی کمتر از 3%شون. این مصداق بارز نادیده گرفتن نیازهای جامعه است. الان هم که به قول وزیر کشور جدید ظرفیت این مراکز به 6000 نفر رسیده، معنیش اینه که اگر از تمام ظرفیت این مراکز استفاده بشه، همچنان 2/3 از کارتون خوابها باید روی کارتون بخوابن. البته استاندار تهران یک راه حل بامزه ارائه دادن که شنیدنش خالی از لطف نیست. تا 15000 نفر مطرح میکنن، برای اون چی میده 70% مال شهرستان های دیگه است، ما تهران نیستن. ما اگه بتونیم همین قرارگاه که جسیر با حضور باب قضایی باشه حکم صادر میکنن، اینا منتقل به شهر خودشون منتقل بشن، تهران به حداقل میسه. توجه کردی؟ اولا این 15000 نفر فقط مربوط به شهر تهران میشن، ثانیان 70%شون اصلا مال تهران نیستن که، مال شهرستانه دیگن. پس میبره میشون همونجا ولشون میکنیم با حکم دستگاه قضایی. البته انگار بچه گربن میخوان ببریم ایشون بریزیمشون تو دریا هستن که دیگه نتونن برگردن. اصولا در نظام مقدس مشکلات همین جوری حل میشه، یعنی صورت مسئله رو پاک میکنن. معتادان بی خانمان داریم، خب اصلا حذفشون میکنیم همینجوری یهویی. اینی که معتادا رو درمان کنن بعد براشون کار فراهم کنن یا اصولا پدیده اعتیاد رو ریشه یابی کنن تا بتونن از بروز چنین پدیده جلوگیری کنن، از حیطه وظایف مسئولان نظام مقدس خارجه. 939 نفر آمار قربانیان مواد مخدر در 4 ماه اخیره. این آمار را سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده. 939 نفر به دلیل اعتیاد در همین 4 ماه اول سال جان خودشون را از دست دادن. یعنی با همین فرمول به طور متوسط سالی 3000 نفر در کشور جان خودشون رو از دست میدن به دلیل اعتیاد. البته این آمار رسمی کشوره و آمار غیر رسمی که واقعی تره بیشتر از اینه. بسیاری از خانواده ها حاضر نمیشن اجازه بدن علت مرگ عزیزشون اعتیاد معرفی بشه. حالا که صحبت از آمار تلفات شد، بعد نیست به یه آمار تلفات دیگه هم اشاره کنیم. سالانه 800000 تصادف در کشورمان رخ میده که از حیث آمار مرگبارترین حوادث جاده‌ای ایران رتبه اول رو در جهان داراست. طبق آمار 10 ساله‌ای که مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ارائه داده، در هر ساعت 2.7 ایرانی‌ها بر اثر تصادف جان خود را از دست میدهند. که میشه 23652 نفر در سال. یعنی تا آخر همین برنامه حداقل 1 نفر دیگه جان خودش رو در سوانه رانندگی در ایران از دست میده. تلفات بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق از این کمتره. کمتره ها؟ بریم چک کنیم. یکی از عوامل اصلی این آمار بالای تلفات به ازای تصادفات خودروهای بیکیفیت داخلی هستن، اما سواری و اتوبوس و موتورسیکلت که بی تردید جزء بیکیفیت ترین خودروهای جهانن.
ما رکورد زدیم. وارد بحث خودرو و اینکه چه بلایی بر سر صنعت خودروسازی کشور اومده که اینقدر خودروهای داخلی بی کیفیت شدن نمیشیم الان. اما هفته گذشته یک دلیل دیگه‌ای برای این آمار بالای تلفات به ازای تصادفات داده شد که اونم در نوع خودش یک رکورد به حساب میاد. 66% از تصادفات جرحی و فوتی در این 14 روزه در 30 کیلومتری شهرها بوده. سردار مهری گفته از حدود 700 کشته این دو هفته 51% سر صحنه و 49% در بیمارستان ها فوت کردند. معنیش اینه که دلیل مرگ اون 49% یا دیر رسیدن به بیمارستان بوده یا عدم رسیدگی صحیح در بیمارستان بوده. یعنی وضعیت اورژانس اورژانسیه. وضعیت اورژانسی اورژانسا هم آقای وزیر و هم دوربین حاشیه‌های پزشکی البته با بازرسین وزارت بهداشت رو تو تعطیلات برد به بیمارستان ها. پزشک متخصص اصلا نداره، پزشک مو گذاشته اونجا. از همه آدمو بپرسی برو اون داخل رو نگاه کن. 50 نفر اینجا مریض داریم. یه نفر آمپول زن. دو ساعت اینجا میگه آمپول زن داره، فقط یه نوار میخوایم برداریم حالش بده. هم نوار میگیره هم آمپول میزنه. 50-60 نفرم اینجا همه هم اورژانسی بستری چند توجه هم نمیکنه. این اوضاع یکی از بیمارستانهای دولتی پایتخت مقتدرترین کشور منطقه بود، اون هم در حضور بازرسان دولتی و دوربین تلویزیونی. یعنی اصلا موضوع پوشاندنی نیست، همه میدونن. خود وزیرش هم میدونه ما کم داریم. فقط ما نه، کل کشور کم. من ارزاب کشوری ام. از اورژانسا خرابه چون ما کم داریم. هم نیرو هم امکانات. دلیل این کم بوده نیرو و امکانات هم مشخصه. بله، کم بوده معنویات یا همون کم بوده منابع مالی. کم بوده منابع مالی برای تأمین سلامت مردم فقط محدود به اورژانس ها نمیشه. میزان بدهی بیمه ها به دانشگاه علوم پزشکی لرستان چقدره؟ حدود 72 میلیارد ما طلب داریم. 72 میلیارد تومان. بیش از 300 میلیارد تومان. در مجموع حدود 20 میلیارد تومان. تا آخر خرداد ماه نزدیک 400 میلیارد تومان. متوسط بالای 3500 میلیارد تومان بعد مطالبات این بیمارستان هاست از سازمان های بیمه‌گر. ما حتی مطالبات عمده‌ای مربوط به سال 93 داریم. پس بیمه ها که همگی یا دولتی هستن یا خصوصی بدهکارن به مؤسسات خدمات دهنده مثل بیمارستان ها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها. در نتیجه اون مراکز یا نمیتونن خدماتی بدن یا نمیتونن نیروی بیشتری جذب کنن تا خدمات بهتری بدن. سرطان بیماری آشنای جامعه امروزیه که طبق آمار سالانه 900 هزار نفر رو در کشور به جمع مبتلایان قبلی اضافه میکنه. این آمار رسمی کشورها، سالی 900 هزار نفر به سرطان مبتلا میشن در کشور. امیدوارم این آمار غلط باشه. هزینه های داروی همچنان برای مریضا موزله. چقدر جلسه هزینه دارو میدن؟ من مادرم هم هفته 300 هزار تومن. دارو هم از 3.5 میلیون تومن شروع شد، الان کلسترول به حدود 400 تومن. الان با مثلا حقوق 700 تومن من 1 میلیون دارم میدم، 1 و 700 تومن مشکل پیدا نمیشه؟ مشکل؟ نمیدونم. بذارین از حاکم اسلامی بپرسیم. مسئله فلسطین برای ما یک مسئله اصلی است. اینا همه بدانند مسئله فلسطین از دستور کار نظام جمهوری اسلامی خارج نخواهد شد. بلش کن. بس. اصلا از کف خیابون بیایم بیرون، بریم تو دشت، صحرا. زمین خاری در لوای قانون. به شدت دارن فشار میارن و نمیذارن اصلا کار بکنیم ما. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از فشارهایی برای پیگیری نشدن 60 پرونده‌ای میگه. 200 هکتار، 500 هکتار، بعضن هم تا 1000 هکتار رو هم ما در این موضوع داریم. که روزی سندش به نام منابع طبیعی بود، اما حالا با ظاهری قانونی در تصرف زمینخوارانه. منابع طبیعی یعنی زمینهایی که متعلق به همه مردم ایرانه، مثل پارک محلتون یا شهرتون. اون زمین‌ها رو یه عده‌ای اومدن دورش دیوار کشیدن و میگن اینجا مال ماست. حالا که پرونده براش تشکیل شده، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی زیر نظر حکومت اسلامی تحت فشاره و نمیتونه به اون پرونده اونجوری که میخواد رسیدگی کنه. بخشش جلوش گرفته شده و کار متوقف شده.
به دنبال یکی از همین پرونده‌های متوقف شده تا حوالی دماوند رفتیم، اما همون اول با ورود این کامیون مصالح دیدیم خبری از توقف نیست. یه جوری تعریف می‌کنن به عنوان روستا و ده و براش محدوده رو تعریف میکنن و اونجا شروع میکنن مجوز دادن. روستا اینجا رو تعریف کجا این مجوز رو بهشون داد به عنوان روستا؟ تقسیم وزارت کشور. وزارت کشور که باید به نمایندگی از مردم کشور مواظب کشور باشه، خودش مجوز خوردن زمینهای منابع طبیعی که متعلق به مردم کشور رو صادر میکنه. این هم از راه و روش های زمینخواری حساب میشه دیگه، که میان روستایی رو که نه در نقشه وجود داره نه در تقسیمات کشوری هست این رو ایجاد میکنن، بعد مبادرات به ساخت و ساز. اونم چه ساخت و سازی؟ ویلاهایی که روز به روز دارن مثل قارچ رشد میکنن. راه حل قانونی ابدا میکنن برای زمین خاری، بدین ترتیب که ابتدا یک نفر که نفوذ داره میره با استفاده از نفوذش یک زمین بزرگی رو از منابع طبیعی میگیره برای کشاورزی یا کارآفرینی، بعد اون زمین رو خرد میکنه و درش ویلا سازی میکنه و اسمش رو میذاره روستا و میگن ما روستای جدید احداث کردیم. بعد این روستاها رو درش ویلا میسازن و بعد ویلاها رو میفروشن و به کلی معنویات میرسن. جزئیات چهار پرونده دریاخاری که یکیش تو کمربندی رامسر اتفاق افتاده و سه پرونده مربوط به جنوب کشوره. دریاخاری در درگاهان قشم، بازار ماهی بندرعباس و سواحل جنوب غربی کیش که این آخری محل تخمریزی لاک‌پشت هایی بوده که سالانه از آفریقای جنوبی به اینجا مهاجرت می‌کردند. پناهچی گفته وقتی دوربین‌های ناظر خاموش بشه و نظارت تعطیل، هر اتفاقی میتونه بیفته. دوربین‌های ناظر خاموش میشه چون خود صاحب دوربین شریک خوردنه، حالا دریا باشه، زمین باشه یا اصلا اصل جنس، یعنی خود معنویات باشه مستقیما. مثل بابک زنجانی که یک نفره در یک فقره 3 میلیارد دلار یعنی 10000 میلیارد تومان پول مردمو خورد. اصلا این پولا مرمیز کجاست؟ ما حتی راضی بودیم که آقای زنجانی بگن که این پولا در فلان حساب بلوکه شده. خیلی خوب بلوکه شده، ما ناراحت نیستیم، یه روزی بالاخره پول بلوکه شده ما تصرف و تملکش میکنیم، ولی اصلا معلوم نیست پولا کجاست. اصلا ایشان معلوم نیست پولا گم شده، پولا اصلا خورده شده، کجا رفته؟ خورده شده رفته، قرارم نیست کسی پولی پس بده. از این بامزه‌تر که معلوم نیست پولا کجاست، اینه که معلوم نیست خود ایشون کجاست. چرا به نماینده های مجلس و رسانه ها اجازه داده نشد با بابک زنجانی در اوین ملاقات کنن؟ ارتباط گرفتن با متهم حتما نیاز به اجازه قضایی داره. نمایندگان محترم اگر بخون در رابطه با این قضیه وارد رسیدگی به قضیه بشن، رسیدگی شأن قاضیه. رسانه ها چی؟ میخوایم با آقای بابک زنجانی مصاحبه بکنیم، شما هماهنگ میکنید ما بریم مصاحبه کنیم؟ نه. برای چی؟ برای اینکه این متهمی است که در حال رسیدگی به پروندهش هست، توجه کردید، و در جایگاه متهم قرار داره. عجب سوالی میفرمایینا، ایشون در جایگاه متهم قرار داره. اصلا این اخلال در امور قضایی ایجاد میکنه. اخلال در امور قضایی ایجاد میکنه. آقا مسبوق به سابقه است، خیلی از متهمان وقتی تو دادگاه ها بودن، یعنی من میتونم بله، یه لیست با نظر دادگاه، یعنی با مساعدت دادستان کل میشه. حالا من عرض میکنم خدمتتون. نه، اجازه بدین من عرض کنم خدمتتون اینجا رو. ایشون یعنی بابک زنجانی یا بزه اصلا در زندان اوین نیستن و نبودن هیچ وقت. یه جایی در نیمکره جنوبی کنار یک ساحل خوشاب هوایی دارن حالشو میبرن، چون خود صاحب دوربین شریک ایشون بوده و دوربینو کلن چرخونده یه طرف دیگه. یک سال و نیمه کسی که به گفته خود مقامهای قضایی کشور سندسازی کرده و تونسته 10000 میلیارد تومان از پولهای کشور و مردم رو بخوره گرفتن، هنوز یه دونه دادگاه براش برگزار نکردن. بیشتر این خبرهایی که تا الان دیدید و شنیدید دستچینی از اخبار همین 10-12 روز گذشته بود. اخبار گرانی مواد غذایی، افزایش فقر، رشد بیکاری، نابودی محیط زیست و پیامدهای آن از جمله خشکسالی و آلودگی هوا، نابودی آثار باستانی و میراث فرهنگی همچنان در جریانه. خلاصه با نگاهی به شرایط حاضر ایران یاد داستان‌های افسانه‌ای می‌افتم که وقتی یه جادوگری با لباس سیاه به یه شهر حمله می‌کرد، چطور مردم غمگین و فقیر می‌شدن و همه چیز سیاه می‌شد. ادیان الهی نیومدن که فقط توی
اذهان باقی بمانن، باید در واقعیت زندگی تحقق پیدا کنن. خب این ابزار و وسائلی لازم داره. اینجا این ابزار این مجلس خبرگان است که از این طریق تضمین میکند حاکمیت ارزش‌های الهی را. یعنی اونچه که از اول برنامه تا اینجا دیدین حاکمیت ارزش‌های الهی بود. به بیان دیگه یا این ارزش‌های الهی خیلی دردآور است برای ملت، یا اینکه اینا اصلا ارزش‌های الهی نیست که اگر اینطور باشه خبرگان رهبری کارشو درست انجام نداده و شخص درستی رو برای اجرای احکام اسلامی انتخاب نکرده. به همین سادگی. آقای بزرگ در همین سخنرانی سخنان جالبی هم راجع به آمریکا و تحریم‌ها گفتن که منجر شد به چند اعتراف. مسئولین آمریکایی خیلی بد حرف میزنن. این باید تکلیف این حرفا روشن بشه. بالاخره طرف قضیه ما هستیم یا در هم آمریکایی‌ها هستن. واقعاً بعد بیان از مسئولین نظام مقدس خوب حرف زدن یاد بگیرن. خب حالا چی گفتن که خیلی بد حرف میزنن؟ یه بار میگن که چارچوب تحریم‌ها حفظ خواهد شد. پس ما نشستیم این چند وقت برای چی صحبت کردیم؟ صحبت کردیم که چارچوب تحریم‌ها برداشته بشه. ای؟ من فکر کردم چی میگفتین قبلا شما؟ اونها 30 سال ما رو در مقابل تحریم واکسینه کردن. آهان واکسینه شدین در برابر تحریم‌ها که؟ اگر قراره که چارچوب تحریم‌ها حفظ بشه، حالا من نمیدونم معنای چارچوب تحریم‌ها حفظ بشه چیه؟ ممکنه باز اینم یه جوری معنا کنن، اما اون چیزی که از این حرف برمیاد درست مخالف اون علتی است که ما رفتیم برای مذاکره. بله ما چرا مذاکره کنیم؟ پس اعتراف میکنین که تحریم ها شما رو پای میز مذاکره برد. این اعتراف اول بود. آقای بزرگ بلافاصله بعد از این اعتراف دوم رو فرمودن. ما داشتیم کار خودمون نمیکردیم. 19000 سانتریفیوژ ما درست کرده بودیم، می توانستیم در مدت نچندان بلند اون رو برسونیم به 50000 سانتریفیوژ، به 60000 سانتریفیوژ. هیچ مشکلی برای ما وجود نداشت که این کار رو بکنیم. 20% رو تولید میکردیم، می توانستیم ادامه بدیم. اگر در صلح‌آمیز بودن مصرف اورانیوم 20% تردیدی هست، تردیدی نیستش که اورانیوم بالای 20% مصارف غیر صلح‌آمیز داره. پس هدف نهایی نظام مقدس از فناوری هسته‌ای و دستیابی به اون مصارف غیر صلح‌آمیز بوده. این که نشستیم مذاکره کردیم، در بعضی از موارد کوتاه آمدیم، یه امتیازاتی دادیم، این برای این بود که عمدتاً برای این بود که تحریم‌ها برداشته بشه. اینم اقرار به امتیاز دادن به آمریکایی‌ها به اذن خود آقای بزرگ برای برداشته شدن تحریم‌ها، در حقیقت برای برگشتن به شرایط 13 سال پیش. این همه هزینه به مردم ایران تحمیل کردین در این 13 سال گذشته برای رسیدن به اهداف پوچ، آخرش هم امتیاز دادین تا برگردیم به شرایط قبل از ماجراجویی هسته‌ای. بعد از جمله حرفایی که میزنن که ما رو حساس میکنه این است که میگوین که برجام فرصت‌هایی را هم در داخل ایران و هم در بیرون از ایران در منطقه در اختیار آمریکا قرار داده. این آمریکایی ها میگن جزء حرفای اوناست. حساسیتتون درست، چون اصلا برای رسیدن به همین فرصت ها مذاکرات رو به نتیجه رسوندن. اما به موازات این حساسیت آقای بزرگ به نفوذ آمریکایی ها به داخل، چند وقتی یک جریان دیگه ای درست شده که به همون اندازه حساسیت آقای بزرگ رو برانگیخته. اظهارات رئیس مجلس خبرگان درباره اینکه انتخابات الکترونیک هنوز مورد تایید شورای نگهبان نیست و اصرار دولت در این زمینه محور بخش دیگری از نشست سخنگوی دولت بود. ما قطعا قانون رو اجرا خواهیم کرد و اجازه بدید همینجا چون راجع به انتخابات بحث شد، همان صراحت بیانی که نظر دولت هست رو بیان بکنیم. مجری انتخابات دولت هست و ناظر انتخابات شورای محترم نگهبان. شورای محترم نگهبان فقط ناظر است و بس. پس رد صلاحیت یا تایید صلاحیت در حیطه وظایف این شورا نیست دیگه. اصرار دولت روی این موضع حساسیت آقای بزرگ رو بیشتر برانگیخت و سبب شد که فردای همین روز یک سخنرانی ترتیب بدن برای اقشار مختلف مردم. آقای بزرگ نیم ساعت اول این سخنرانی رو اختصاص دادن به بد و بیرا گفتن با آمریکا و بعد از اون یک راست رفتن سراغ موضوع انتخابات. متاسفانه یکی از عادتهای بدی
که بعضی در داخل دارن این است که هی در سلامت انتخابات در هر دوره خدشه کنن، از قبل از انتخابات هی دم بزنن از تقلب، از دغدغه، از اینکه چنین بشود چنان بشود. این کار غلطی است. بله آقا جون، این کار غلطی است. یعنی چی میگین تقلب میشه؟ تقلب میشه اصلا در نظام اسلامی؟ اختلاس میشه، فساد میشه، اونم در دستگاه های دولتی دروغ گفته میشه، پس تقلب هم میشه؟ یعنی ببخشید نمیشه. این اعتمادی را که مردم به نظام دارن اینو مخدوش نکنیم با حرفای بی منطق. گاهی به وزارت کشور ایراد میگیرن، گاهی به شورای نگهبان ایراد میگیرن. شورای نگهبان چشم بینای نظام برای انتخابات هست. چشم بینا، حالا شدم نابینای نظام برای انتخابات هست. یه چیزی تو مایه های همون مجلس خبرگان، اتفاقا یه سری از اعضای همون مجلس خبرگان تشکیل دهنده شورای نگهبان هم هستن. خلاصه آقای بزرگ، برای اینکه هیچ شبهه‌ای پیش نیاد، همین وظیفه شورای نگهبان که سرش اختلاف هست رو به طور شفاف تشریح کردن. مراقب